سرخط خبرها. تأکید واشنگتن برگزینه غیر از رئیس جمهور کرزی برای امضای توافقنامه امنیتی. نقش محوری افغانستان در تامین انرژی کشورهای منطقه. حکومت افغانستان میگوید افغانستان به زودی به یکی از بازارهای تجاری منطقه مبدل خواهد شد. و پایان تنش‌ها بر سر واژه افغان در شناسنامه‌های برقی در مجلس نمایندگان. با عرض سلام، امروز چهارشنبه 13 قوس و 4 دسامبر است. ما هم نشانه نورزاد ابراهیمی هستم. واشنگتن میگوید مهم نیست که رئیس جمهور کرزی موافقتنامه امنیتی را امضا کند، بل این کار را میتواند وزیر دفاع و یا یک عضو دیگر حکومت افغانستان بکند. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید می‌ورزد که گفتگوها درباره موافقتنامه امنیتی با رئیس جمهور کرزی تمام شدند و نیاز به سرگیری این گفتگوها نیست. آقای جان کری امضای زودهنگام این موافقتنامه را میان کابل و واشنگتن برای طرح برنامه‌های واشنگتن و همپیمانانشان بسیار مهم میداند. به نظر می رسد که پیش شرط های رئیس جمهور کرزی برای امضای موافقتنامه امنیتی کاسه صبر واشنگتن را به سر آورده است. به تازگی وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا می خواهد که به جای رئیس جمهور کرزی یک عضو دیگر حکومت افغانستان این سند را امضا کند. من فکر می کنم که موافقتنامه امنیتی باید به پیش برود. مهم نیست که رئیس جمهور کرزی آن را امضا کند. به این معنا نیست این پایان کار درباره این سند است. شما می دانید که وزیر دفاع افغانستان می تواند این موافقتنامه را امضا کند و یا یک شخص دیگر در حکومت افغانستان می تواند مسئولیت آن را بر عهده گیرد. همه برنامه های واشنگتن هم انتظار امضای توافقنامه امنیتی را با کابل می کشند. از برنامه های نظامی، سیاسی تا بودجه جنگی. به نظر می رسد که پافشاری های همپیمانان امریکا نیست برای ماندن در افغانستان در سالهای پس از 2014 گره به امضای همین سند خوردند. فکر می کنم که امضای زود هنگام این موافقتنامه برای طرح برنامه های ما مهم است. برای آنانی که تا اکنون همه گپ ها و همه کارها را تحمل کردند، برای آنانی که پول های هنگاف را به خاطر ثبات در افغانستان هزینه کردند، پس باید به آنان قناعت داده شود که آخر کار چی شده است. تمام گفتگوها را با آقای کرزی درباره موافقتنامه امنیتی به پایان رسانیده ایم. فکر نمی کنم که نیاز به اثرگیری این گفتگوها باشد. با امضای همین موافقتنامه چگونگی حضور درازمدت نظامیان آمریکایی در افغانستان روشن خواهد شد. موافقتنامه‌ای که جرگه بزرگ مشورتی همان را پذیرفته است. سربازان ما قربانی های زیادی را در این کشور متحمل شدند و مردم آمریکا کمک های زیادی برای آینده افغانستان کردند. پس باراک اوباما نمی خواهد که در چنین یک موقع حساس موافقتنامه امنیتی در حال ابهام باقی بماند. ناتو هم به دنبال حضور قانونی در افغانستان است، حضوری که ظاهرا بستگی با موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن دارد. ما آماده هستیم که در افغانستان پس از سال 2014 میلادی برای آموزش و مشورت دهی سربازان این کشور بمانیم، اما به یک چارچوب قانونی نیاز داریم تا حضور ما را در این کشور قانونمند بسازد. نخست ما به امضای موافقتنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان نیاز داریم و پس از آن به امضای یک پیمان میان ناتو و افغانستان تا حضور سربازانمان را در افغانستان پس از سال 2014 قانونمند سازد. در صورت امضا نشدن موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن، گزینه خروج تمامی نظامیان خارجی از افغانستان مطرح است. تصمیمی که میتواند افغانستان را تنها بگذارد و این کار برای کشور ما بسیار گران تمام خواهد شد. بیشتر نظامیان آمریکایی حتی در صورت امضا نشدن این سند از آغاز جنگ‌های داخلی در کشور و نیز از فروپاشی نظامیان افغانستان هشدار دادند. با جز از رئیس جمهور هیچ کس نمی‌تواند تصمیم نهایی را در امضای موافقتنامه امنیتی بگیرد. بر بنیاد قانون اساسی کشور رئیس جمهور قراردادهای مهم را یا خودش امضا می‌کند و یا هم صلاحیت امضای آن را به فرد دیگر می‌دهد. بسیاری از آگاهان میگویند تا هنگامی که رئیس جمهور تصمیم نهایی را درباره امضای موافقتنامه امنیتی نگیرد، وزیر دفاع و یا فرد دیگری نمیتواند این موافقتنامه را امضا کند. امضای موافقتنامه امنیتی هنوز در حاله از ابهام مانده است. نه موقف رئیس جمهور کرزی در این زمینه تغییر کرده است و نه هم واشنگتن از شتابش در امضایان دست بردار است. این بار ایالات متحده آمریکا پیشنهاد داده است که وزیر دفاع افغانستان و یا فرد مسئول دیگر هم میتوانند
این سند را امضا کنند، چیزی که بر بنیاد قانون اساسی افغانستان بستگی به تصمیم رئیس جمهور دارد. چیزی که مهم است برای زنا که تصمیم خود یا مثبت یا منفی سرانجام بگیره، تا ای که تکلیف از اونا روشن شود. اگر تصمیم رئیس جمهور مثبت است که اونا مشکلات بودجه‌ای و اداری خود را رفع کنند فرا 2014، اگر تصمیمش منفی است در اون صورت هم اونا باید است که وقتی که خروج نیروهایشان به شکل مکمل طراحی میکنند، بلای از اون باید کار کنند و پلان گذاری کنند. سال 2013 میلادی به پایانش نزدیک شده است. موافقتنامه امنیتی می تواند که ادامه حضور نظامیان آمریکایی را در سالهای فرا 2014 میلادی در افغانستان روشن سازد. در این میان آنچه که ترتیب بودجه و طرح برنامه ها گفته می شوند، واشنگتن را به ارائه گزینه های گوناگون در امضای موافقتنامه امنیتی ناگزیر ساخته است. انمی امضای وزیر دفاع با وجود نظام که در قانون اساسی ما رئیس جمهور چرت شده و در صورت قیابش معاون اول، در صورت قیاب معاون اول معاون دوم، ای امضا وزیر دفاع به هر حال خلاف قانون اساسی ماست. هر کس هر چی خواسته باشه تقاضا کنه، ما پیروی متعهد به تعمیل قانون اساسی خود هستیم. باید رئیس جمهوری افغانستان امضا بکنه و قسمی که وعده کرده بود به مردم، بعد از لویه جرگه در مورد نظر لویه جرگه احترام میگذاره و این مورد باید اقدام شه. پایان عملیات نظامی نیروهای آمریکایی بر خانه ها و آغاز صادقانه گفتگوهای سال پیشرت های مهم رئیس جمهور کرزی در امضای موافقتنامه امنیتی هستند. پیشرت هایی که تا اکنون ظاهراً به پاسخ ماندن. با این هم روشن نیست که آیا رئیس جمهور این موافقتنامه را امضا می کند یا صلاحیت امضایان را به فرد دیگری می دهد. اما آنچه همگان را نگران ساخته است، تجربه عراق در افغانستان تکرار نشود. موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن سوژه برای نامزدان ریاست جمهوری خواهد شد. شمار از نهادهای مدنی هشدار می‌دهند تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن پیامدهای بد در انتخابات پیش رو می‌گذارد. اما کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی را در کار برگزاری انتخابات تاثیرگذار نمی‌داند. کاخ سفید روز گذشته هشدار داده است که این موافقتنامه پیش از انتخابات به امضا برسد. در این شب و روز سخن از موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن است که هنوز رئیس جمهور کرزی از پیش شرطهای خود برای امضایان نگذشته است. در اینجا در مراسم امضای تفاهم نامه میان کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای جامعه مدنی به هدف نظارت از انتخابات، نگرانی های مطرح شدند که رقابت های ناسالم سیاسی به ویژه چانه‌زنی ها در پیوند با موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن می تواند شفافیت انتخابات را با مشکل روبرو کند. مورد پیمان امنیتی رقابت بین حکومت افغانستان و جامعه جهانی ممکن تاثیرات منفی را بالای اذهان عامه ایجاد کند که شاید بالای مشارکت مردم تاثیرات منفی داشته باشد و ما نتانیم اگر انتخابات سرتاسری را برگزار کنیم. امریکا پیش از این نگرانی کرده است اگر موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به امضا نرسد، این موافقتنامه به سوژه نامزدان انتخابات مبدل خواهد شد. مبارزات انتخاباتی در مورد مسائل حاد جامعه است، در مورد مسائل اقتصاد است، مبارزه علیه فساد است، سیاست خارجی است و معلوم دار اگر پیمان امنیتی امضا نشود یکی از مهمترین بحث‌های انتخاباتی خواهد بود. پیش شرط‌های رئیس جمهور کرزی مشمول آغاز گفتگوهای صلح، تامین امنیت و برگزاری دور دوم انتخابات در زمان معین آن میباشد، چیزی که برخی از آنها را کمیسیون مستقل انتخابات نیز در برگزاری انتخابات مؤثر می‌داند. اما درباره بدل شدن موافقتنامه امنیتی با سوژه نامزدان چیزی نمی‌گوید. تا زمانی که ما امنیت سرتاسری را در افغانستان نداشته باشیم، به شکل طبیعی است که انتخابات سرتاسری در افغانستان با چالش مواجه میشه. سکتور امنیتی افغانستان تعهد برای کمیسیون مستقل انتخابات داده که تا رسیدن روز معین انتخابات امنیت سرتاسری را در افغانستان تامین میکنه و کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه‌اش است که انتخابات را تدبیر کنه. تاثیراتش از پیمان امنیتی بالای کاندیدا چی هست، بالای حکومت چی هست، یکی کاندیدا از اون منحیص ابزار یا وسیله استفاده میکنه، این سوال را از کاندیدای محترم کنه. بنبست در امضای موافقتنامه امنیتی هم را نگران کرده است، نگرانی که به باور بسیاری ها میتواند بر انتقال سیاسی قدرت در کشور نیز سایه افکند.
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور کرزی میگوید افغانستان در آینده یکی از بازارهای تجارتی خواهد بود و کابل برای رسیدن به این هدف تلاش میکند. همچنان رئیس بانک انکشافی آسیایی میگوید برای افغانستان انرژی برق نقش بسیار حیاتی دارد تا میزان گرسنگی، محیط زیست و بیکاری در افغانستان کم شود. این صحبت ها در نشست در وزارت خارجه افغانستان که نقش افغانستان را در تامین امنیت انرژی در منطقه بررسی می کند مطرح شد. همه از نقش مفید و مؤثر افغانستان در منطقه صحبت می کنند. همه از اهمیت موقعیت استراتژیکی افغانستان صحبت می کنند و همه از نقش انرژی در منطقه که برای اقتصاد کشورها و نزدیک ساختن ملت‌ها مفید است صحبت می‌کنند. نشستی با عنوان کنفرانس بین‌المللی افغانستان و امنیت انرژی در منطقه را وزارت خارجه افغانستان برانداخته است تا در آن بررسی گردد که افغانستان در این میان چه نقشی دارد و چه کارهایی باید صورت بگیرد تا از انرژی به صورت درست استفاده شود. افغانستان در آینده ها یکی از بازارهای تجارتی خواهد بود و ما برای رسیدن به آن هدف کار میکنیم. ما تنها انرژی را انتقال نخواهیم داد، بل ما در راستای انکشاف و سرمایه گذاری تجارتی نیز کار خواهیم کرد. نظر به منابعی که ما داریم، افغانستان ظرفیت های در بخش زراعت و آبرسانی را دارد و ما میتوانیم افزون بر انکشاف کشور خود برای منطقه نیز پیشنهادهای داشته باشیم. مثلا برای شرکت های زراعتی که ما در مورد این مسئله نیز کار خواهیم کرد. نمایندگان کشورهای همسایه و نهادهای مختلف اقتصادی کمک کننده به افغانستان مانند بانک انکشاف آسیایی در این نشست دور هم آمدند. از فرصت‌هایی که افغانستان در پیش رو دارد حرف می‌زنند و بررسی می‌کنند که در سال‌های گذشته افغانستان چه فرصت‌هایی را از دست داده است. برای کشور رو به انکشاف مثل افغانستان که یک سیستم برق رسانی کمتر از 30% را دارد، انرژی برق می تواند یک نقش مهم را در اقتصاد این کشور بازی کند. در عرصه های مختلف و ویژه در عرصه کاهش میزان گرسنگی در این کشور، محیط زیست، امنیت و دیگر موضوعات مهم، بانک توسعه آسیایی افغانستان را در تامین امنیت انتقال برق کمک می کند تا انتقال برق به قیمت مناسب صورت گیرد. وزارت خارجه برگزاری این نشست را مفید می‌داند و تأکید می‌کند که تأمین امنیت انرژی باید جدی گرفته شود. افغانستان از چند منظر در خصوص امنیت انرژی دارای اهمیت است. از یک منظر بزرگترین تولید کنندگان انرژی و بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در آسیا را به هم متصل می‌سازد. و از منظر دیگر ما برای از اینکه نسل‌های فردای خود بتانیم نیازمندی‌های انرژی از اونها تأمین کنیم، نیازمند هستیم که از تجارب کشورهای منطقه استفاده بکنیم برای بهره بندی از پتانسیل های اقتصادی بومی افغانستان در خصوص انرژی. ظاهرا افغانستان به دلیل موقعیت حساس جغرافیایی و منابع طبیعی مانند گاز و آبی که دارد، نقش اساسی و محوری را در وصل کردن دو سه حوزه سرشار از انرژی دارد و در صورتی که مدیران ارشد حکومت بتوانند از این فرصت استفاده کنند، افغانستان به زودی به عنوان یک کشور قدرتمند اقتصادی در منطقه عرض اندام خواهد کرد. این چیزی است که اشتراک کنندگان نشست امروزی روی آن تاکید می‌کردند. واژه افغان در شناسنامه برقی وجود نداشته است و این واژه نه با استفاده از طرح حکومت و نه از سوی کمیسیون‌های مجلس پیشنهاد شده است. هیئت بررسی مجلس نمایندگان به مشکل این واژه پس از بازدید از آرشیف تاکید می‌کند که در مورد استفاده واژه افغان در شناسنامه برقی نیز رأی‌گیری صورت نگرفته است. نزدین مسلم با جزئیات چه بیشتر در این مورد؟ پس از آن که مجلس اعلام کرد که واژه افغان شامل شناسنامه برقی شده و از سوی بیشتر اعضای این نهاد تصویب شده است، به غیر از قوم پشتون دیگر اقوام در مجلس نمایندگان از خود واکنش نشان دادند. به تازگی مجلس نمایندگان هیئتی را تعیین کرد تا به این مشکل پایان دهد. اما هیئت میگوید که طرح شناسنامه که از سوی حکومت آمده تنها اسم، ولد، تاریخ تولد، سکونت فعلی و اصلی در آن درج بوده و واژه های دین و تخلص از سوی مجلس نمایندگان اضافه شده است. بنابراین واژه افغان در این شناسنامه ذکر نشده و رأی‌گیری هم در این مورد صورت نگرفته است. اگر در طرح حکومت می بود ما کدام مشکل نداشتیم، قابل قبول بود، ولی متاسفانه کمیسیون می را پیشنهاد نکردن و در نتیجه وقتی که در طرح حکومت نباشه پیشنهاد صورت نگرفته باشه، ما برای چی رأی گیری کنیم؟ شما می دانید کسایی که طی مراحل قانون را در ولسی جرگه می دانه همین رقم است. بس دی افغان دی کلمه حالت نداره غلی وین یو دو دغه خبره د مال مغوچ دوستانو با کمال صداقت و اخلاص
و صمیمیت برای ختم این نزای به اساس ماموریتان انجام دادین. گزارش شما بالاخره به عنوان یک رای حل و قناعت مجلس هست. فیصله مجلس نمایندگان در این مورد با دو مکتوب متناقض به مجلس سنا فرستاده شده است که این مسئله خشم برخی از اعضای مجلس را همراه شده است. جناب رئیس، کسانی که عهد جاری فاسد میگن ثابت کنن در غیر از خودشان فاسد هستند. حیات من حیث مسلمان گزارش خود خدمت شما ارائه کرد. بالاتر از چی حق دارین شما بازن مجلس با گروگان میگیرین و برای بحران زایی و برای اختلاف قوم و بالاخره کم است که در این وطن ما مشکل خود داریم. با این همه برخی ها در این نهاد دامن زدن به تعصبات قومی را مغایر آموزه های اسلامی میدانند. بدون قوم ازبک، تاجک، هزاره، پشتون ها نمیتونه در اینجا زندگی بکنه. هر شخصی که فکر میکنه که ما به تنهایی در این وطن میتونیم زندگی بکنیم و حکومت داری بکنیم، فکر میکنم که یک خیانت و جفاست با مردم افغانستان. این در حالی است که دو روز پیش مسئله تعصبات قومی در مجلس سنا سبب برخورد فیزیکی شده بود. ساختمان جدید مکتب عبدالقیوم مبارک در ناحیه 12 شهر کابل گشایش یافت. به گفته مسئولان این مکتب گنجایش بیش از 3000 دانش آموز را دارد. همکنون 1600 دانش آموز در این مکتب مصروف فراگیری آموزش هستند. گشایش مکتب لیسه عبدالقیوم مبارک که از 6 ماه به این سو کار ساختیان جریان داشت، دانش آموزان این مکتب را خرسند کرده است. این مکتب 16 صنف درسی و 8 اتاق اداری دارد و از سهولت‌های آموزشی و محیط مسئول تدریسی برخوردار است. در حال حاضر 1600 دانش آموز مشمول دختران و پسران در این مکتب درس می‌خوانند. به گفته مسئولان ساختن این مکتب 400 هزار دلار آمریکایی هزینه برداشته که از سوی کمپ فنکس در کابل تمویل شده است. 480 هزار دلار آمریکایی بودجه از این تعمیر بوده که البته قراردادشان هم کمپ فنکس قبلا هم برای ریاست معرف شهر و همکاری های زیادی را داشتند. یک افسر نظامی ایساف که انگام گشایش این مکتب حضور داشت، از اینکه دانش آموزان مکتب عبدالقیوم وردک صاحب صنف های جدید شدند ابراز خرسندی کرد. به باور من ساختن مکتب ها برای اهداف دراز مدت در افغانستان سودمند است، زیرا از طریق آموزش دانش آموزان می توانند کارهای خوبی دریافت کنند و زمینه ایجاد کارخانه های زیادی در افغانستان فراهم خواهد شد. افزون بر این، تأسیسات حکومتی پیشرفت خواهد کرد و کیفیت زندگی مردم بالا خواهد رفت، چیزی که ما خواهان آن هستیم. ظاهراً مشکل کمبود صنف‌های درسی با گشایش ساختمان جدید مکتب لیسه عبدالقیوم وردک رفع شده است، اما مسئولان این مکتب از نبود آب آشامیدنی و برق شکایت دارند. آب نداریم، برق نداریم و اداره ما به میز چوکی میباشه، اداره فرش و ظرف چیزا نداره. از دولت میخواهیم که با ما یک اداره سالم ترتیب کنه. کمبود ساختمان مکتب ها هنوز هم از مشکلات عمده وزارت معارف دانسته می شود. آمارها نشان می دهد که هنوز هم هزاران تن در ولایت ها و ولسوالی های کشور به خاطر نداشتن صنف های درسی در زیر خیمه ها و فضای باز درس می خوانند. کاخ سفید مخالف اقدام گروه از اعضای کنگره امریکا برای افزایش تحریم ها بر ضد ایران است. سخنگوی کاخ سفید گفته است که وضع تحریم‌های تازه در زمان فعلی حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران را تضعیف خواهد کرد. با این اقدام به ایران فرصت خواهد داد که ماده‌های توافقنامه را به نفع خود تغییر دهد. گروه از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا که از ماده‌های توافقنامه ژنو راضی نیستند، اعلام کردند که قصد دارند به زودی طرح تحریم‌های تازه بر ضد ایران را تدوین کنند. نخستین نمایشگاه نوآوری هند امروز در شهر کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه فناوری‌های هند در بخش‌های نرم‌افزارها، کامپیوتری، سیستم‌های عصری، کشاورزی و دیگر فناوری‌ها به نمایش گذاشته شده است. اتاق تجارت و صنایع کابل برگزاری نمایشگاه را در بهبود روابط بازرگانی افغانستان و هند اثرگذار می‌داند. نمایشگاه در یکی از هتل‌های شهر کابل برگزار شده است. پس از این نشست، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به نمایشگاهی که فناوری‌های هند به نمایش گذاشته شده است می‌روند. نه تنها هند، بل افغانستان نیز بخش‌های مخابرات، ساخته‌های دستی بانوان و سنگ‌های گرانبها را نمایش می‌دهد. شمار از بازدیدکنندگان این نمایشگاه از کشورهای بیرونی هستند. تاجران هند در مرحله جدید انکشاف اقتصادی در افغانستان نقش عمده را
در کمک کردن با تاجران افغانستان در سکتورها سافت‌ویر، ترانسپورت و تولیدات با کیفیت ایفا نمودند. هند فناوری‌هایش را در بخش‌های نرم‌افزارها، سیستم‌های اصلی کشاورزی، انرژی بهداشت و دیگر بخش‌ها در این نمایشگاه نمایش می‌دهد. هدف از این نمایشگاه را سفیر هند در کابل توسعه بازرگانی میان دو کشور می‌داند. This exhibition is about innovation. این نمایشگاه به معنی به دست آوردن نظریات است تا ما بتوانیم نظریات جدید را در بخش تجارت به دست آوریم، تا دانش آموزان و دیگر مردم از این نمایشگاه بیاموزند و خودشان تجارت کنند. امروز اینجا هم بازرگانان کوچک و هم بازرگانان به سطح بالا با هم جمع شدند تا بتوانند با همکاری همدیگر و با کمک هند یک جاروی موضوعات فکر کنند که در بازار بین الملل فراورده هایشان راه یابند. هندی هایی که در این نمایشگاه در بخش تکنولوژی فضایی فناوری هایشان را به نمایش گذاشتند میگویند که این نمایشگاه زمینه را فراهم می کند تا تجارب خود را در این بخش ها با مردم افغانستان شریک سازیم. این نمایشگاه برای ما فرصت را فراهم می کند تا تجارب خود را در اینجا به نمایش بگذاریم که ما چی کار را انجام می دهیم. فراورده های هندی مانند پارچه های ابریشمی نیز در این نمایشگاه وجود دارد. اکنون چیزهایی را که به نمایش گذاشتیم همه آنها از کشمیر هستند. اگر ما بتوانیم 25% آن را در افغانستان به فروش برسانیم می توانیم به هزینه 100 میلیون دلار زمینه تجارت را در این کشور فراهم سازیم. این نمایشگاه در شهر کابل برای 2 روز گشوده خواهد بود. هفته پیش پاکستان فراورده هایش را در بخش های کشاورزی، ابزارهای برقی و دیگر بخش ها در شهر کابل نیز به نمایش گذاشته بود. از همراهیتان سپاسگزار است و ما خداوند نگهدارتان. شب بر همایتان خوش.